مریم رجوی اینجا دیگه با ما بحث اینو میکرد که در رابطه با شما، یعنی در رابطه با شما زنها، بحث وقتی طلاق از همسرتونه، این طرف قضیه باید بحث ازدواج با مسعود باشه. و ما همیشه اینو به عنوان یه مثلا میگفتیم یک تست ایدئولوژیکه. یعنی واقعا من هیچگاه فکر نمیکردم که این یه روزی پیرهن عمل بپوشه، یعنی به طور واقعی یه روزی مسعود بخواد مثلا من خودم رو با مسعود توی اتاق خواب ببینم، یا مثلا بخواد بحث همبستری مطرح باشه. یعنی من واقعا فکر می‌کردم خب یه بحث ایدئولوژیک، حتی در رابطه با خود مریم رجوی هم من فکر نمی‌کردم که مسعود رجوی دست به چنین کاری زده باشه. خب من اون مواقعی که مثلا مریم رجوی صدا می‌کرد میگفت که مثلا امشب مسعود رو می‌بینی، این نبود که نه حالا من یه آدم شیفتی دلباخته‌ای بودم که می‌خواستم مسعود رو ببینم، و یا حالا مثلا نمی‌دونم چه میدونم درد بی شوهری و اینا، به هر حال اینا، نه اینا هیچ کدوم نبود. فقط به خاطر این بود که آقا من یارای ایستادن در برابر تشکیلاتو نداشتم. وقتی تو تشکیلات بودم گفتم خب با اینا درگیرشم نبودم میکنه، با اینا که نمیشه درگیر شد. مثلا میگفتم خب اگه من الان به این بگم نه، بعدش چی میشه؟ بعدش اینا منو ول میکنن؟ نه. بعد یه موضوعی هم هست که نمیتونن تو جمع مطرح کنن، تو جمع شورای رهبری. خب بعد یه دفعه یادم میومد که ای مثلا اون یکی شورای رهبری که مثلا یه دفعه الان نیستش، خبری ازش نیست و غیب شده، نکنه کشته باشنش، نکنه مثلا چیز شده باشه، آی بینی چه بلایی سرش اومد. حالا بعدها البته این برام 100% اثبات شد که میکشتن، از بین میبردن کسی که مخالفت میکرد تو سطح شورای رهبری. بعد مثلا من با خودم گفتم که خب لااقل بذارم این کارشو بکنه تا بعد شاید بتونم توی یه مرحله دیگه لاقل جسممو نجات بدم. یکی بود نغمه حکمی، یه دفعه اصلا نه مریض بود نه هیچی، ما یهو دیدیم همین تو این داستانای همین ذوب در رهبر عقیدتی ما دیدیم این مرد همون سالا. بعد یه خانم دیگه بود صدیقه بود، ما یهو دیدیم این مرد، گفتیم این که صحیح و سالم بود چطوری یهو مرد؟ مثلا زهرا فیاض مرد به همین سادگی، زهرا نوری مرد. خب ببین یه فضایی بالاخره، من اون لحظه گفتم خب ببین یا بعدم بطل سلطانی هم مرد، حالا مرد که منظورم اینه که شهید دیگه، حالا بالاخره یعنی حتی سوء استفاده از جسد.